Üskünülü Maraka yakinen mi bininde gebeli? Bale. 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 Baksın. Bale olsun. İki de bu koyum ma beri şumaya yaga arz dorum. Şor ehtiramana yaga arz dorum. Her zaman istek ki de zarfı 40 sala. Sala nüzdası da işte dedi ki ma da Peşawar şafakhane sıktı. Ta bu halere ma abdavla ayeti Afganistan'ım deyiş az bu hafta gerifte ta 2 ma kar kedi. Mutaassıfana ki de kısmet infertiliti merdum bisyor ziyad yak teydadı doktor sahibi. Merdum bisyor ziyad barayı galat. Tedaviye çareyi bütün ezik illet asıba başladım bu fama kadın. Dega i grupik maşuma astim ma felan bisyar zot mutayakin astim ki grup maşuma kasayiz ki bo ikhlas ve niyet bar Afganistan mekhan kar kana. Ma yakin darım ki emi mefkuriyle ki ma darım inşallah durust ist. Şuma ba ihlas kar mikunin, az merdem istifade nemikunin inşallah ve rosti mikhayin ki tababet asli ve standart da yad bikirin. Yine meyli nemikim ki tarif tanık. İyi fakat berdaşt khudum az. Az o khatir dige ma khayiş mikunim aga şuma bitanin bisya merdem Afganistan az nazar infertiliti gharp şudan. Aga şuma bitanin ki elimi du kara bakunin. Ma inali boz khidmetetan arz mikunin. یکی که یا انفرتیلیتی را به اساس پروتوکول امریکن فرتیلیتی سوسایتی کل دنیا رو تعقیب میکن. به اوی حساب شما منیجمنت کنین یا هیچ خودم آزار ندین مریض هم نقل آزار ندین. اینی شما را دنیا و آخرتتان خوب میسازه. یک دو سی تا مثال برد میکن. به دهها ممکن است صد مریض هم شده باشه که ما دیدیم که به تمام مانا ایزو اسپرمی دارن که هیچ تدابی نداره غیر از اینکه اگر فرض میکنیم اپیدیدی مثل اینا بایپسی کنن اگر کدام اسپرم نرمال باشه او را اکسی کنن او را که امکانش در امریکا بسیار کم است این مریض ها برای ماها هم شوهر تدابی شده و هم خانمش تدابی شده که برش چرایی انتیبیوتیک و ویتامین و استروژن و پروژستین و نمیفهم چی و چی و چی دارم. اینی کارا ما یقین دارم که شما از یک طرف نمی کنین و دوم ایسته که هر قدر که اگر شما بتانیم که افکار دکتر صاحبای دیگر را تنویر کنین کلانترین ثواب بر مردم افغانستان میکنین کلانترین جهاد میکنین شما در خط اول جهاد هستین از این نقطه نظر نه تنها یک موضوع انفرتلتی بلکه موضوع دیگه اگر فکرتون باشه ما شما سر پی سی او اس گپ زدیم همین دین روز دکتر صاحب خاطره از همین روز در سر چای که از ایراد تلفن کرد گفت که یک مریض پی سی او داره ممرش چی کنه ما شما دیدیم که پی سی او اصلا هیچ یک مرض نیست از این خاطر شما به فکر ما حال که در این پروگرام ما شما شامل شدیم می خواهیم به طرف استندردیزیشن برویم و ما به خدمتتان هستم شما باید تنویر افکار دیگر دکترها را بسیار به احترام و بسیار محترمانه برشان بکنین که اگر شبه که این مردم افغانستان ما از این جنجال خلاص کنیم ده روزم براتون گفتم که در کیور ما یک کلینیک که ما تاسیس کردم روزای سه شنبه که ما خودم اونجا می رفتم بنام کلینیک انفرتیلیتی برای یک چند وقت دیدم که ما به هیچ کس یک کدوم مفاد درست رسانده نمی تنیم تنها یک گروپ که اونا انابولاتوری سایکل دارن ممکن است برشان کمک کده بتونیم یا اگر تو باشم ممکن است چون ما وسایل مایکروسرجری رو داشتم خواستم که رو ما بسته کنم فرزانه جان و دکتر دکترها و آمنه جان اینا گفتن که نه یه بسته از خاطر زی نکو که ما شما بسیار مردم از گیر اینمی تداوی های چرایی ناحق خلاص میکنیم اینمی کلانگه بست از او خاطر اگه شما مردم از اینمی تداوی های ناحق خلاص کنین گفتم که خیر دنیا و آخرتتان میشه اینال امریکن فرتیلیتی سوسایتی که ما هم از
عضوش هستیم. توصیه میکنه که یا انفرتیلیتی را صحیح منیجمنت کنید که بسیار جد وقت میخواهد، بسیار فرستریتد است که مریضا به نتیجه میمانند، بسیار وقت کار داره، بسیار صبر و حوصله کار داره و پول کار داره. اگر بمیره شما این مریضا را منیجمنت میکنید خوب، اگر نه شما اصلا از نظر medical ethics، از نظر اخلاق طبابت غلط است که شما اینا را بدون ازی تداوی کنید. اینا ما شما در سر پروتوکول American Fertility Society گپ میزنم و امید دارم از شما که من افتخار خواهد کردم که شما اگر هر کسی که در این قسمت، اینا را براتون میگم، هر کسی که در این قسمت کدام سوال داشته باشه، کدام طریقه دیگر بهتر داشته باشه، یا ایسته که با کدام قسمت از این پروتوکل کدام تغییرات میخواه یا نظری خود میگه یا موافقه نمیکنه، و تمام ما حاضر هستیم گوش ماست که بشنویم بهش. از نظر اپیدمیولوژی 14% کپلا زن و شوی در ریپروداکتیو ایج که از سن تقریبا دیگه ریپروداکتیو ایج از سن 15 و 16 شروع میشه تا سن 45 و 50 را 14%شان انفرتیلیتی دارن. 14%شان که در سال اول اینا چی گرفتن همه؟ اینا باشین کنم کسی دیگه آمد؟ چارده فیصد ریپروڈکتیو ایجن اونای کسایی که میخواهند که حامله دار شوند تا به یک سال حمل گرفته نمیتونه. شما از ما که بهتر میفهمین که در افغانستان از مریضا که خوشوها بسیار پرابلم هستند که آرس خود میارن که دو ماه شده که بچه ما آرسی که در خانهش تا بال حامله دار نشده. یقین دارم که شما همی قسم مریضا رو دیدین. جیومتریک رایز از 1980 تا بال را فیکندیبیلیتی تعداد حمله در صد مریض که مریض نه، در صد خانم و شوهر که به صورت نرمال انترکورس میکنن و ایچ کانسیتوشن نمی کنن، در صد مریض تعداد حمله در آخر سال فیکندیبیلیتی میگن. مثلا فیکندیبیلیتی اینا رو پس هم میبینیم که در کسایی که 25 سال هستن در آخر سال بعد از 12 ماه ما بین 75 تا 80 درصد است. حال چی شده که فیکندیبیلیتی در این سالهای آخر آستاستا پایان شده؟ برای از اینکه مردم میرن حامله داری رو به تعویق مندازن که و اطفال خدا بسیار زود میخواین که بعد از سن 30-35 که مکاتب خلاص کردن و پیشتی خدا گرفتن و بیتر خلاص کردن زود یک 3-4 تا اولاد بکنن، که یعنی به ذات خود میکندیبیلیتی را بسیاری حمله پایان نره. دیگه فعلا بسیار زیاد یک تقاضا است برای تشخیص و تداوی بسیار زیاد مغلق و سوفیستیکیده. نمی به این وقتا انفرتیلیتی رو پایان میده. استاد امیر، فرق فیکندیبیلیتی و انفرتیلیتی مترادف است استاد اینا؟ نه، مترادف نیستن. انفرتیلیتی معنیش ایست کسایی که قابلیت حمله دارن. این رو انفرتیلیتی میگه. استریلیتی کسایی رو میگن که هیچ قابلیت حمله ندارن. مثلا که ولی امکانش 99.9% ندارن. کسایی که توبولاگشن شدن یا مثلا کسایی که ایزوسپرمی دارن یا کسایی که استریلیتی شدن، اینا استریل هستن. انفرتل نیستن. یک مریضی که به شما میگه که هنوز عادت موار داره و انترکورس و تمام معایناتش میرسه، اینی مریض ها که حامله نمیشن، اینی ها را انفرتل میگن. با
مگر فیکند بله فیکند بلیتی فیصدی حمله در 100 مریض در آخر سال برکنید. مثلا 100 مریض شما تعقیب میکنین و سن 25 است با آخر سال 70 تایجه عامله دار میشه. فیکندیبیلیتی رو در سن 25 میگن که 70 است. آمده تا فیصدی یک سال میگن نیست؟ بله. فیصدی بله؟ یک سال میگه فیکندیبیلیتی؟ فیصدی به یک سال فیصدی هم در 100 مریض در آخر سال از جنوری تا دیگر جنوری کسایی که 25 سال هستن 100 مریض در آخر سال که چند تا شامل دار شده این میره فرتیلیتی استاد با 100 فرتیلیتی چی است؟ بله؟ 100 فرتیلیتی 100 فرتیلیتی 100 فرتیلیتی کدام یک اصطلاح است که قدر ازش استفاده نمیشه که کسایی که امکان حمل داره یا امکان حمل نداره بهتر است که همین ترم ایچ ازش استفاده نکنه یا فرتیلیتی بگوین یا استریلیتی بگوین تشکر بگه infertility may cause unique and profound psychological and emotional impact شما میفهمین قدر یک خصوصا در کلچر ما شما قدر یک تاثیر سایکولوژی بسیار منفی داره feeling of frustration به نتیجه ایمانم قهر و غضب depression melancholy grief غم و غصه و guilt که خود مسئول می دانن anxiety ترس و powerless به تمام اونا بدون کدام اختیار می دانن 20% تمام کسایی که تمام معایناتشان نرمال است انترکورسشان نرمال است به اساس بیزل بادی تمپریچر کل چیزا نرمال است 20% مردم انفرتل هستند که اینا رو بنام کانستیتوشنال از نظر ایسایی ها اگه اینی مریض ها رو شما تشخیص کردیم که کل چیزا پیشان نرمال است بهترین توصیه ایست که اگه اینا را شما بگویید که کل چیزها برابر است فقط هفته دو دفعه تا سه دفعه با هم یک جای شدید تنها با خدا در آخر سال 50%شان عامله دار میشه اگر با زینا عامله دار نشدن اینی مریض هاییست که باید برن به تکنولوژی این حال وقتی که شما ایوالویشن ارزیابی میکنین چی میکنین؟ یک چیز بسیار منطقی و ارگانایز اپروچ میکنین که از نظر منطق و از نظر تنظیمش با اساس استانداردهای انفرتیلیتی شما یک پلان برش میسید To present an accurate assessment یک اسسمنت ارزیابی بسیار صحیح از نظر پروگنوز و از نظر evaluation برای زمینیزا شما باید ارزمه to offer emotional and psychological support باید ما شما برای زمینا یک همکاری روحی و همکاری psychological برشون باید آفر کنید the initial assessment and education of the patient of the couple این حالی رو ما شما میدونید cooperation operation که بسیار جد همکار باشن frustration که اینا بسیار جد به تنگ میان و خلقشان تنگ میشه و cost و قیمت که میدیده میدیده اینه در اول دفعه امراجه میدیم جنگ سودیار درش میدیده خود American Fertility Society اینه توصیح میکنه که مریضایی که کپلای زنشویی که اول پیش ما میان آلا خمدن اینجا سه انفرتیلیتی نمی کنم اول دفعه میتینگ اول ما و قدیار امراشون گپ میزنیم میگیم که ما حاضر هستیم که این چیزا اینی چیزا اینی چیزا را که ممکن است ما برای من اصطلاح پشت من خط سیا روانت کنم که سه ما برو با سه ما با دو با اسطلاحی رو دفعانی این پیسه ممکن است این قدر امکان دارد پیسه پس رفشه ممکن است که بسیار زیاد به نتیجه باییم، ممکن است که نتیجه بگیریم، ممکن است که نبگیریم. آیا تو میتونی که با یه چیز
موافقه کنیم. یعنی گپه که ما برای مریضا میزنیم 40% مریضا پس نمیاد، نمیتونی هیچ محاصلی از کار بده. این حالا ببینیم که pregnancy expectation 1 year 100 per patient. Under age in his fecundability, under age 30, 31, 74%. Mobile 31 or 35, 62%. Average age 35, over age 35, 54%. As 35 که پایان میشه تقریبا 50% از 50% پایان تر میشه. پس هر قدر که سن از 35 بالا شوه دفتن فکر دیبیلیتی پایان میشه، از خاطر که خود پریماردل فالیکولا سن نشان زیاد میشه. پریماردل با او اندازه که جوان هستن تا سن 35، با او اندازه در 35 چند پینجا با قدر جوان نمیده شد استاستا به اتریزی مصاب میشه. این فاکتور رو شما باید من نظر میده. این انفرتلتی در پیش زنا توبل فاکتور که در امریکا زیاد است، در افغانستان کم است. منتها توبرکلوز که پسان سرش گپ میزنه، توبرکلوز در افغانستان زیاد است. Unusual problem، پرابلم های غیر طبیعی است. Unexplained infertility 10% در پیش زن است، 10% پیش مرد است. به صورت عموم گفتیم که 20% پیش ابلیشن میشه. زیادترین واقعات ovulation dysfunction است. شما بسیار مفصل و بحث PCOS بزرگان زید. هر دو نفر زن شوی چی میشه؟ که در کپل انیوژن 5% است، این اکسپلین 10% است، لابراتوری دیسفانکشن 15%، میل پرابلم 35%. در افغانستان تا جایی که ما رگرسایی بسیار خام تو بودیم، در حدود 49% مردا در افغانستان انفرتلیتی است. و سب فرتلیتی که پیشتر شما گفتیم، کسایی که اسپرمشان به اکسلی پایانتر از نرمال است، اینا را سب فرتل گفتن میکنیم. مثلا کانتشان از 10 میلیون و موتیلیتیشان از 20% و نارمالشان از 35%. اینا را سب فرتل گفتن میکنیم، مگر انفرتل گفتن میکنیم. توبال ان پلوک پاتولوژی 35% است. در افغانستان من فکر میکنم که از خاطر است که اطفال واکسین کلچرک میشه، واکسین مامپس میشه. من توصیه میکنم که شما تمام بچه‌هایی که در افغانستان هست از شما یا هر کسی را که بتانید ما ایره در جاغوری هم سرش بشه گپ زدیم، باید اینا را ایمینایز بسازیم در مقابل مامپس. 1% زیاد مردمی که به ایزوسپرمی یا انسپرمی مصاب میشن از خاطر مامپس است. مامپس یا کلچرک بهترین جای را که خوش داره میره در سر هر دو تستیکول. مثل که توبرکلوز بهترین جای را که خوش داره که در شش باشه در استخوان باشه میره در سر میکوز مخاطب کیون میره پسانی در میده. یعنی ببینید در اینجا باز میگه آولاتوری چقدر چیز unexplained یعنی ببینیم تقریبا 50-60% میشه به صورت متراکم که ببینیم دیگه. میل فاکتور است، اسپرم فاکتور است دیگه، سرویکال فاکتور است، یعنی دبلیو دیستنس دیگه، بعد از این اندومتریوزیس است و بعد از این تومور فاکتور است. این تومور فاکتور در افغانستان قدر زیاد نیست، در اینجا زیاد از خاطر است که امراض زهرهی پیویدی به اینجا بسیار زیاد تصیز بکنید که سبب تخریب میشه. این را خودتان خوانده میتونید کاز که اینیا را باید ادامه بلویشن کنید. مثلا مردا چی هسته که قدر برای ما شما ضرور نیست، برای اینجا که ما شما شق ما نیست که مردا را تداوی کنید. این مربوط یورولوژی هست. مگر اینی را شما خودتان خوانده میتونید وقت خودتان کسایی که وزیکتومی شدن یا انفکشن داشتن یا ممسه مثلا در اینجا میگه کروموزوم پرابلم های اکس وای که
کلانتلتسن هوناس سکشوال دیسفانکشنش که هارپس بی بی از دارن منتها ایده تا مشاهده تا شما کلش باید پرسان کن حتی توصیه میکنن که دکترای انفرتلیتی در ویزیت دوم یک دفعه شوهر را معاینه کنن بعد از او را رفر کنن به یورولوژا یعنی دیدیم که خود پروتکل American College of OBGYN In all of the initial visits, yes, a detailed interview is critical. اول اردو شما میشین امرش بسیار با احترام و با محبت اقلا 20 دقیقه 25 دقیقه امرش میشین اگه این رو 500 دقیقه کنیم چارج میکنیم و تمام منابعتان حلال است نوش جان عزیز که بیا و شما دو دقیقه ببینین اشتراک از که چرایی برش بیتین این پیسه را به فکر نکی پیسه درست نیست کسیم اقلا 20 دقیقه مصرف کنیم به سویه فهم خودشون برفیم تشریح بیتین که چطور یک زن حامل دار میشه که هفته چند روز با هم یک جای شوند مثلا زنا فکر میکنن که اگر ما ارگازم نشیم حمل نمیشه مثل که در مردا ارگازم شرط است برای ایجاکولیشن در از نو باید بفهمن که نه چون 9% زنها بسیار با مشکل ارگزم برشون کنید تا به طریق های مخصوص آدم در جمعیت نید ما در کیوری کلینیک باز کرده بدیم برام سیکشوال دیسفانکشن بسیار مریضا رو به اینجا کمک کنیم دیگه اینی گپا رو باید برشون بدیم که هیچی مربوط ازی نیست دیگه مثلا عادت دارن که مجرد که از انترکورس خلاص شدن بیرن اگه استنجا میکنن یا دوش میگیرن میره باید برشون یعنی تنویر افکار آما برشون بفهمونی که اینه تو آدم عامله دار میشه خب این حال دیگه چی میشه؟ که همی دو نفر گفتیم که education about pregnancy physiology که بگن از مادر یک تخم در یک ماه خارج میشه از پدر 40 میلیون تخم در هر ایجوکولیشن خارج میشه و چی وقت مادر فرتل است و چی وقت نیست منتها یک چیز فکرتان باشه که در افغانستان توصیه بکرد که همین مید سایکل انترکورس زیاد میکنه تمام پروسپکتیف استادی ها نشان داده که اگر شما بر مریضا بگوین که با وقت برشان تعیین کنید که باید هر یک شبار یا به این هفته روز سه شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه با هم یک جا شدیم که به ذات خود فکر لیبیلیتی رو پایان نده برزی که اینمی انگزایتی برز نمیشه ممکن است که نتانان با هم یک جا شده اینمی انگزایتی خودش سب بستشتن توبا میشه و انگزایتی خودش چون از هایپوتلموس است ممکن است که یک نه یا بله شده ایتوه، برمانیزا فقط آدم میگه که شما به صورت عادی هفته دو بار تا سه بار برزی که هم اووام 48 ساعت زنده مانده میتونه هم اسپرم در داخل پیوتر در 48 ساعت میتونه از خاطر در ظرف 4-5 روز یا دوی ازی میتونه که با هم بگه یک جاشن قابل شد هیچ وقت بر مریضا توصیه نکنید که در وقت آبولیشن شما انترکورس زیاد کنید یکی دیگه شما برکن گفتم که اگر زوزو انترکورس شده خود اسپرما امچور هستن قابلیت القا را ندارد اینی گپار بسیار جات مهم است که در اول برشون بگیر این حال برشون بگیر که خود چی چیزا ضرورت است ما باید اول پیدا کنیم که شما چرا حامله دار داشت Complete history and physical, including physical, emotional, psychological and sexual behavior خلیش از جون بکنیم این در میتینگ اول اینی گپار میکنیم و اینی infertility خواسته باشیم نبرتا دوان میکنیم ترجمه کنیم بخلیم کنیم بخلو شما دارید ترجمه کنید که به سویه صنف 6 نوشته شده که بر از اینا تشریح بیده که چطور یک خانم حامله دار میده با این روز ایسایی ها نشان داده به صورت پروسپکتیو استادی ایسایی ها نشان داده که اینمی اول میتینگ رو که شما امراشان میکنید اگر اینا پسته بیند 5% از اینا حامله دار میده برزی که حتما یک چیز را خراب میکنه 5 سال شما میده اینی بسیار زیاد مهم است که ما برای مریضا در اینجا
بنالم اهمیت بیزل بادی تمپرچر را در کنار گرفتیم صاف لازم اگر می خواهید که رستی موفق باشه اگر بتونید که مریضاتون خوی ادراک هزید داشته باشه براتون یک کاپیشون روان کنم رسید برای کلگینی برای کلگی باید رسیده باشه بله استاد رسید رسید اینی را که کپی کنین اگر بتانین که مریضایتان موفقیتتان فوق العاده بلنده که بسیار زود یه روز با شما سرش گپ زدیم خب important history در تاریخچه چی مهم است از نظر زنا duration of infertility که چقدر بوده detail of menstrual history prior miscarriage prior contraception frequency of intercourse, gynecologic history, PID, endometriosis, fibroid, etc. متاسفانه که در افغانستان اینی موضوع بسیار زیاد overdiagnosed شده. مجرده که در کلدسک مایه را میبینن میگن که PID است. در حالی که مایه در کلدسک به صورت طبیعی باید باشه. اگه این مایه نباشه در موبایل پیریتون التصاقات پیدا بشه. دیگه دایت البسترول دی ای اس که کسایی که در دی ای اس اکسپوز شدن که پیش از اونا وجینوسیس پیدا میشه میدیکل اند سرجیکل هیستوری کار چی شاید ای را باید پرسار میکنین میدیکیشن چی دوا میگیرن ممکن است که یک اندروژن بگیره ممکن است که یک کانترسپشن بگیره یا مثلا پرمالوتین بگیره کسی داده شد پریویس تست اند تیرپی پیش ازی تو رو چی تداوی کردن و پیش ازی تو چی تستا رو برد شده. یعنی مریضایی رو که ما در افغانستان دیدیم همراه خلطا بیان که از نسخه پر است. شما وقتی که خلطا رو واس کنین و همراه مریض گپ بزنین ببینین که یک فیصدی زیاد ازی ایش به تکلیف مریض رابطه نداره. از او خاطر عرضم پیش شما اینمیست که انفرتلیتی رو به اینمی پروتوکول اگه بکنین فوق العاده شما برای مردمتان خدمت میکنید کلانتری جهاد میکنید خواهی را خو گفتیم این حال میل فاکتر شد میل فاکتر که باید تعداد اسپرم از 20 میلیون بلندتر باشه برای کلکشنش تو کنید دکتر مریضا رو میگن که 3 شب باید با هم یک جا نشن در روز چهارم بهتر است که برن در لابراتوار در اونجا کلکشن کنن اگر نمیخواستن یا مثلا از نظر کلچر یا از نظر شرم در خانه میتونن که در یک بوتل که شرط نیست که استریل باشه در یک بوتل ایجکولیشن بکنن و او را در زیر بغل خود تا لابراتوار برای 1 ساعت برسن این چیز است که در لابراتوار گفته باشه پروگرشنش باید 50% از اینا حرکت که میکنن باید استاد نشن متوسس نباشه پروگرس 50% نرمال است. مورفولوژیش باید از 50% زیادتر باشه. حرکتیتش یعنی از 50%. دیگه والیومش از 1 میلی لیتر 1 سیسی باید. دیگه ایمونولوژیک فاکتور باید در مد نظر بگیره. که چون پروتئین سپرم یک پروتئین اجنبی برای خانم است از او خاطر باز با خانم ها مقابل ازی یک ایمونیتی پیدا میکنه. یک انتیبودی تولید میکنه. که او رو طریقه های دست که آدم رو تشخیص میکنه و این مریض ها آدم برای 6 ماه 1 سال با کاندوم مندازه بعد از 6 ماه 1 سال ایمیونیتیش بسیار زیاد پایان میه باز اگه با هم یک جاشن یک فیصدی خوبشون باز حامله دار میشه یعنی هم از امریکن کالج خود پروتوکول از این هست خب دیگه سرفکل فاکتر او رو سرفکل فاکتر ما شما سرش گپ زدیم بسیار ساده امروز سرش گپ میزنیم که اینجا در مخاط رحم در مخاط عنق که از عقداتش افراز میکنه در مید سایکل فوق العاده مشکل است که چشم مورس که سپرم که در اونجا داخل میشه و شو برتان گفتم که کپاسیتیشن شود باید این پروتینی که در سر جسی باید چشته شود سپرم خام هیچ وقت قابل القا شده نمیتونه یعنی شما این فقط همراه یک کنول کش میکنین نام را یک پنس اینجا داخل میکنی میگیرین تو یک ذره مخاطه در سر سلاید میمانی
میده میفهمین سپمبارکایتس تا 13 فیصد اما اعزنیش است استرچبیلیتیش است که غاز است دیگه وقتی که در اینجا میمانین تو خوش شود فر نمیدونیم مثل درخت خرمه باید این نشانه که اینی سرفکل میکس نرمال است که در کلومفین تراپی و در اندکشن گفتیم که مجرده که کلومفین شما از صد در صد میرسه از او بالا میشه باید حتما در مد سایکل شما مخاطه معاینه کنید برای زی کلومفین خودش یک استروژن بسیار خفیف است یا خود اون قراهم ریسپتراش تعبیر میکنن که سوی استروژن پایین است افراز نمیکنن شما مریض از بالا ابلیشن میکنه از پایان دروازه بسته است سپرم داخل شده نمیتونه اون روزم براتون گفتم باز تکرار میکنین که از روز 8 تا روز 16 یک دوز بلند استروژن 2 میلی گرم استرادیول یا 2.5 یا تا 5 میلی گرم برمرین برشون میدین اغلب احتمال که درست میکنه اگر این درست نکد دیگه وقت ابلیشن امرای کلومفین باید انترایوترین انسیمینیشن آدم بکنه که اسپرم در لابراتوار باید کپسیتیشن میکنه پروتین سرش میشوره بعد از در داخل رحم توسط نیمی کاتتر مندازه که وقت میتونه شده اسپرم قابلیت القا رو پیدا میکنه میتونه فاکتور امیر باید کنه از روز 8 تا از روز 8 تا شد حتی وقت را مگه شروع کنه فکر نمیکنه از روز 7 تا 8 شروع کنید تا به روز 16 را تقریبا 80 فیصد مخاطر اوکراین براتون درست میشه استاد در افغانستان تابلت ها به نام پریمرین در رقم کانجیلیتد استروژن است تابلت هاش 0.825 میکروگرام است امیر دو وقت میتونیم بتیم امیر برش 3 دانه بتیم 3 دانه پریمرین در چند دوز میاد 0.3 0.265 1.25 و 2.25 اگر 2.25 برش بتین بسیار تاثیر خوب میکنه اگر 2.25 نیافین 3 دانه 4 دانه از 0.65 برش بتین هیچ کدام یا استرادیول ارزان تر از 2 میلی گرام برش بتین نام استریس نام تریدش استریس است دیگه در این ترین فاکتور این مثلا انومالی ها رو ببینید این سپتوم یه بسیار هم رای استرس خفی یک وقتی اگر عملیات به دانام استراسمن که داده میکشید بسیار خراب عملیات بود داده میکشید حالا هم رای استرس خفی داده رسکشن میکنید مریض اکثر شامل داده میکنید یا این کواید است یا بای کورنیت است یا دبل کورن است یا دبل نیترس است یا این یک سلاید است که من اکس گرفتیم هم رای استرس خفی یک تب میکس مای ماست که کل جا فرایم پار کرده این رو آدم بسیار با خوبی رسکشن کرده میتونه و امکانیت چی را امکانیت حمله بسیار زیاد بلند میده دیگه یوتراین فاکتر اینه اندومتریال پولیپ هست این پولیپ هست اندومتریال هایپرپلیجی هست دیگه این رو با سر پروبل فاکتر این فاکتور ها یکه یک از بالا تا پایان از آبولیشن از هایپرپلیجی تا آبولیشن تا پایان مثلا کسایی که یوتراین فاکتور دارن وضعیت یک مایما داشته باشید اکثر مایمایی که انترامیرال است با فرتلیتی منافات نداره مایمایی که سب سیروزال است سب میکوزال است اینا با انفرتلیتی منافات داره یا مثلا یک فایبرومی که در فندس است کل فندس هم را خود پشت کرده پرولپس کرده اما چندین واقع زیر باید اینجا ما ندیدیم و کیر دو تا سه تا راجع به قرار نبود کرد یا مثلا یک جا فراهمه بکنی این ممکن است به اغلب احتمال سبب سخت شده به وجود کنید و هم جایی کنید دیگه شما امراه استرسکوپی و امراه آلچسولوگرافی بسیار با خوبی تشخیص میکنید و مایمتنیا طریقه جرایی مخصوص داره که خود مایمتنیا بعض وقت سبب التصاقات میشه مثل دیگه انفرتنیا بلند میبره بدم چی پسند بکنه که التصاقات جنوبی دیگه پروبل فاکتر مازاد پیادی باید سرسط انترام میکنید میره ببینید که یک کلاب توب است یک هایدروسالپنکس است التصاقات است یا کلش یک پیادی نام تبرکلوز پیادیست که تبرکلوز نیست
ما تداوی ازی بسیار نتیجه شده. حتی حالا اگر اینه توی اگر باشه چون تنها یک لوله نیست. اینه ترانسپلانت کردن اپندیکس دیگه. اما هیچ کدام نتیجه نمیده. برای اینکه خود مخاط تو به نظر فیزیولوژی فوق العاده لوله. وقتی مخاطش تخریب شد زیر فشار حمل صورت نمیده. خوبم که کپ با حمل خود به این قسمت برشی فرتیلیتی بیندیش این هم برای لاپاراسکوپی شما میبینید که ساقات یه آدم میتره کلش بکشه ساقات پیش سخت میکنن بیچن ساقات آدم حال به زیر مایکروسرجری هم برای یک سرجر بسیار باری بیره از روی پیریکان آدم شیر میکنه تراش میکنه وقتی که تراش کردن به اغلب که باید سوزنتن در پیریپلان ناخورن به اغلب احتمال باز به اینجا آدم استیروید هم در پلویک میمانه باز مواد است که میمانه که از ساخت مثلا انترسید یک چیز هست یا سپرفلم یک چیز هست میمانه که از ساخت زیاد بیرکنه این یک تپیک ملیاری تبرکلوزی است اگر تو یک چیز دیدی این ملیاری تبرکلوزی این مولم در لپرسکوپی اگر داشته باشیم ازش استفاده کنیم اگر اوویرین فکتر ها که ورسید گب زدیم که انابولیشن است انابولیشن مفصل سرش ما شما در پیسیلیز گب زدیم چی چیزا سبب انابولیشن میشه یکیش استان لبن تال سندیم که هرسیتیزم اوبیسیتی ایمینوری هستک باشیم کنسیلیز خطا اینه بی بی پس لازم که اگرم بر مثال گفتیم که از نظر بیزر باید کن بچار اینا را تداویی چطور میشه و خود پروتوکول ها بودن شد این بکشن چی نکنید دیگه چیزی بسیار مهم است که پیریتونیل فاکتر است اینی را در زیر پیریتونیل فاکتر آدم مطالعه میکنید پیریتون با التصاقات مسئول ممکن است که تو بیه واز باشه مگر تو به حرکتیتش محدود ساخته اون پکپ کلمه میکنه یعنی به ذات خود پیریتونیال فاکتور است یعنی تو سنخواد در پیریتونیال است این دلیتونیز است و چاکلت سیست است یعنی که واقعا کنترول عملی به سوزی کم است که بارم دار تداویر میلیتونیز است یک موضوع بکن علایده و یک لکچر علایده است که ببین آمدیم از هایپوتالاموس باز آمدیم مرگاری باز آمدیم جون باز آمد ابراهیم مادزی سرویکس مادزی داخل پیوکلن فاکتورها را یکه یکه ارزیابی کنید اینی را خوش شما در دیدیدیم و شما دیدیم اینی فیزیولوژی را باید آدم بفهمد تمام ما رو بکنه که فوقلاده حساس است تناسب با بین ازینا وقتی که افراز میکنن مقدار که افراز میکنن قدر یک عملیه نازک و فوقلاده حساس است که چطور آدم میشه که هورمون الویلویشن قدر دفع انفرتیزی بیرون داده شما مریضایی که امینوریا داره در تشخیص اولویشن او روز ناشونا بیرون چه قسم تشخیص بیرون مریضایی که امینوریا داره پروتوکول امینوریا را اندرای گلکتوریا آلازه و دوچار آلازه است کسایی که absence of menses داره که اون او روز پروتوکول شدیده پروژستو چالنج میکنیم FSH ریلاکتین PSH زیرا مستید FSH قدر مهم نیست برای از اینکه FSH نشان میده که مقدار استروژن پایان است اگر مقدار استروژن پایان است مریض عادت مهار نمی کنه ممکن است پری منوپاز باشه و منوپاز باشه شما فقط محبلش که سر کنید که نشم باشه مچوریشن اندکس او رو به سر هم کنیدم زدیم مچوریشن اندکس که 5 افغانی هم تمام نمیشه خودتان در زیر مایکروسکوپ ببینید میفهمین که آیا از منسیز مکشیسی داره یا نداره اگر ایرگولر منسیس اگه داشته باشه بازی گفته FSH اکثر FSH نمیگه فقط TSH پرولاکتینه سر از این مفصل ما شما رو با نیسی روز گذاری گلکتوریا رو مفصل سرش گذاری یا سببش از هایپر پرولاکتینی هست
Biraz hypothyroid disease. Biraz da polisistik ovary sendromu kabul edeyim. Ovarian faktör çiğnese ki ovulatory disorders ki önce gördüğüm liste kalan Burton dedim ki iyi asbabı anabolik çiğnese. Polisistik ovary sendromu premature ovarian failure diminished ovarian reserves ki ام ریزرو خود رو بفهمین هر وقتی که دختر تولد میشه و هر مبیزش در حدود 40 تا 50 هزار پرامر در فالیکول است اینا استاس اینا از بین میره و تمام دوره حیات ریپروداکتیو خود ما بین 400 تا 500 از استفاده میشه به هیچ پاتیکی باز وقت نمی ریزرو کم میشه هایپرپرولاکتینمی را دیدیم که چرا سبب هایپرپرولاکتینمی هایپوتالامیک امنوریا را دیدیم کسایی که مثلا در سایکیاتری هستن یا اسکیزوفرنی هستن که اینا نورولپتیکا را میگیرن اگه شما گفتیم که اگه هایپوتالامیک را خطا کنید نورولپتیکا هایپوتالاموس را رابطهش امراه پیتونتری قطع میکنه وقتی که قطع کرد جی این آر اچ ریلیس هورمون افراز نمیشه که نشد گونوتروپین افراز نمیشه این که نشد معلوم داره آبولیشن سیم کنید دیگه چی میشه وقتی که قطع کردید پف افرازش قطع میشه رولکتینگ انهیبیتینگ فاکتور که افراز پرولکتین از هایپوتالموس نهی میکنه اون که قطع شد حجراتی که پرولکتین ما هستن اونا آزاد میشن یک مقدار پرولکتین افراز میکنه ولی زمو خاطر است که اینا رو سندروم گالاکتوریا امینوریا میگن اگه شما در واردای سایکیاتری بروین در واردای خانمای سایکیاتری حتی در مردمی صورت میگیره 45 فیصدشون گالاکتوری آمینوریا دارن برای از اینکه اقلا 40-45 فیصد کسایی که در واردای سایکیاتری هستن این رو نورولپتیکا رو میدونن مثل کلوپرومازین مثل اسپرادول این رو کلش نورولپتیکا هست دیگه هایپوتالامیک آمینوریا رو گفتیم لوتیل فیز دیفکت لوتیل فیز دیفکت چرا میگن که براتون پیشتر گفتم اگه یادتان باشه اگر گلستان خاندی خاندی مو اختیار ما رفتن این خود اصطلاح ما شما بود نه ما با جان نمیشنوی صدای ما رو بخلا گفتم اصطلاح ما بود که گلستان خاندی گفتار خاندی مو اختیار ما رفته همی اصطلاح بود نه که کسانی که دوره اول سایکل که پرولیمفتیو است از 10 روز تا 5 سال دوام کده میتونه که مریض در پرولیمفتیو فیز هست 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 یک دفعه 2 سال بعد باز یک دفعه آبولیشن میکنه مجردی که آبولیشن صورت گرفت دوره دومش که سیکرتوری فیز است شروع میشه سیکرتوری فیز فکس 14 روز است اینمی 14 روز اگه به 12 روز تبدیل شد کورپوس لوتیوم انسفیسنسی پیدا میکنه لوتیل فیز دیفکت میشه اینی مریضا را اگه آدم تشخیص کده بتونه که همراه دیتنگ اندومتریال بایوپسی میشه و همراه چی تعیین پروژسترون میشه اینا را اگر در صفحه آخر آدم یک ذره پروژسترون بده میگن امکان داره که سبب بیتر همین شد در خود ما بین اندوکرینولوژی در امریکا یک اختلاف نظر است بعضا میگن که لوتیل فیز هیچ وجود نداره بعضا میگن که نی لوتیل فیز یک فاکتور مهم است دیگه کلومفین سیتریت خور سر از این شما مفصل گفتیم که کلومفین است و گونادوتروپین است اینا رو گفتیم دیگه سرجیکل تریتمنت شبرتان گفتم کل شب و روز سر از این زیادتر چی نمیکنیم بیزر بادی تمپیچر رو باز ببینیم اسنشل ریکرد ریکرد از اسنشل که یک چیز فوق العاده اساسی است اف نسیسری گفتیم در پروتوکول اندکشن اوولیشن اندکشن که خونریزی را تنبیه میکنین امراه پروژستین
بازو کلومفین 50 میلی گرم میدیم، این حال خود مریض باز براتون تکرار میکنم، اون روز گفتم خود مریض یک لابراتوار است. این که شما تعقیب اوولیشن اوولیشن میکنین، هیچ کدام قیمت سریعی و کلینیکی نداره. 50 میلی گرم برش بتین برای 5 روز، از روز 4 تا 5 شمش تا برای 5 روز بتین. این حال اگر این مریض دو حالت است، یا ایست که عادت مهارش میه یا ایست که نمیه. اگر عادت مهارش آمد اینمی دوزتان نشان میده که اینمی دوز است، حاجت دیگه تعقیب فالیکول نیست. اینمی دوز برای 6 ماه دوام بتین و در مید سایکل خود مخاطر اون قلیدی. اگر این عادت مهارش نامد دو امکانیت است، یا حمل داره یا هیچ که اوولیشن نکنه. اول اگه سیجی میکنین، اگه حبل نداشت باز این سیکل از اول شروع میکنین، عادتش میارین، دیگه دفعه 100 میلی گرام میسازین، به می شکل دیگه دفعه 150 میلی گرام میسازین، دیگه دفعه 200 میلی گرام میسازین. منتها متوجه باشین که وقتی که در سگ مخصوصا 150 میلی گرم میرسه، باید مخاط اون قرحه 100% باید مطالعه کنین و اصلاح کنین. اگر این مریض اگر آبودشن بکنم کنم فایده نمیکنه. یکی دوم، وقتی که با 150 میلی گرم رسید و هنوز مریض عادت مهار نمیشه، برش 10,000 یونیت HCG برش میکنه. من کوریان گروت میتونم که چیز ارزان است. در چی وقت برش میتین؟ در روز از مابین روز 12 تا روز 14 که بازم بیزر بادی تمپرچر براتون بسیار زود کمک میکنم که سر از این روزا گپ زدیم، خواه امروز اینه تکرار کده میریم. استاد در یک سال چند دفعه اجازه داریم که کلوموفین بدیم؟ کلوموفین دکتر وقتی که دیدین که کلوموفین تان سبب اوولیشن میشه، که این از نظر کلینیکی شما تشخیص میکنه سبب اوولیشن شده، اگر پروژسترون آدم تعیین کنه خود درست، به غیر از اندومتریال بایوپسی رو میگن استتباب نداره، برای اینکه اگه شما اندومتریال بایوپسی کنین ممکن است حمل صورت گرفته باشه، حمل تخریب کنه. یعنی که مریض عادت مهار میشه امرای کلوموفین، یعنی به ذات خود نشان میده که به احتمال 98% مریض و مخصوصا امراض از این عادت موار دیسمنوریا داشته میباشه. دیسمنوریا داشته میباشه و خود پریمنستر سندروم میداشته باشه. بیشتر گفتیم که کسایی که پریمنستر سندروم دارن، دیسمنوریا دارن و عادت موارشان منظم است، ما بین 21 تا 41 روز است، 98%شان اوولیشن میکنه. یعنی به ذات خود براتون میگه که عادت موارش همراه پریمنستریشن صورت گرفته، به ذات خود براتان میگه که این مریض اوولیشن کرده. این امیره برای 6 ماه دوام میده. برای 6 ماه اگه این عامله نشدن، بعد از او دیگه فاکتور را سرش فکر میکنه. یا IUI میکنین برای 6 ماه. اکثر کلینیکای انفرتیلتی میگن که میتانه شده که این شما برای 1 سال دوام بتین، به شرطی که مخاط اون قشمات درست کرده باشه و دیگه کدام فاکتور نباشه. فهمیده تانستم براتون دکتر سید؟ بله استاد. بعضی کتابا میگه در 1 سال تا شما تا 3 مار کلوموفین بتین، بعضی کتابا میگه در 1 سال تا 9 دفعه بتین. استاد تو مریضای میگه که 18 دفعه 19 دفعه کلوموفین در نسخه هایی که ما چک میکنیم داده برشان میباشه، این خودش به ذات خود ریزه رو کم میکنه. دکتر ریزه رو کم نمیکنه. ما خود دیدیم کلوموفین در افغانستان مثل کشمش نخات و ارزش استفاده میکنه. استتباباتش اینا رو شما با تمام مانا شنیدیم. ای که ای کتاب چی میگه ای نمیگه اختلاف نظریات است. مهمترین کتابی که در اینجا هست کتاب اسپیراف است. من از چیره براتون در PCOS از روی کتاب اسپیراف براتون درست کرده بودم که اون را میگن که بایبل اندوکرینولوژیست. اوی نمیره توصیه میکنه. شما کوشش کنین که بسیار مخشوش نسازیم.
گپ دیگه کس نکنه. اگه شما این پروتکل امروز 2020 است که در امریکا ازش استفاده میکنن در اندکشن کلونفر. این اینی گپ در اینجا براتون بکنم که 10,000 میلی گرام بیت ای سی جی داشت. این حالا در اندومتریوس دیدیم دیگه سال 53 میکنه دو سارا که پیشتر نگفتیم در توبل فاکتور است که میگن اغلب احتمال که مربوط اندومتریوز است از اینجا بسته است، این از اینجا آدم قطع میکنه. شما پسان میبینین این آدم یا این از اینجا قطع میکنه، این از اینجا قطع میکنه، پس ری امپلانتیشن میکنه. ری امپلانتیشن بسیار اگر عملیات خراب است چانس حملش 10% است و چانس اکتاپیک پرگنسیش بسیار زیاد است. دیگه هست سوسال پنگرافی برای کسایی که توبرکلوز دارن، این یک چیز بسته است ای که در افغانستان مریضا را تداوی میکنن. روزم برتون گفتم که یک کمک کاره دانه تسبیح واره میبینن فورا توبرکلوز تداوی میکنن برای 18 ماه که به تمام مانا ببخشین در کفر تبابت است. شما یگانه رایی که توبرکلوز تشخیص کده میتونین که خود آفات توبرکلوزی را بایوپسی کنین یا در روز اول عادت ماوار را کلچر کنین یا اندومتریال بایوپسی بکنین که در اونجا گرانولوما را ببینین که گرانولوما شرط نیست که از اندومتریوزیس باشه، مگر بسیار زیاد امکان داره که توبرکلوزیس باشه. امروز ازی به ایش صورت نمیشه. دکتر صاحب ما با جان ابراهیم جان میفهمن که یک تفلک 16 ساله را برای شش هفته بود بخرم یا دو ماه بود و استرپتومایسین داده بدن در جاوری ما دیدیمش به تمام اونا کرش داد و آمد استرپتومایسین فورا قطع کنیم. فضل خدا که شنواییش پس درست شد، چند وقت بعدش حامله دار شد. یک چیز براتون میگم که اگر یادتان نمیمونه نوشته کنید. یک کسی که توبرکلوز توب داشته باشه امکان حاملگیش از طریق نرمال صفر است، تنها توسط Assisted Reproductive Technology امکان داره. چرا صفر است؟ یک کوهارت ستادی کردن. دیشب براتون گفتم از خاطر نمی ریسرچ ها و Evidence Based Medicine. کوهارت ستادی چی رو میگه؟ که 10-15-20 مرکز یک جای میشن برای از اینکه مریض هر قدر که زیاد باشه اما قدر ریسرچ شما و نتیجهتان بهتر قابل اعتمادتر میباشه. 20 مرکز یک جای میشن، یک پروتوکول هم میسازن به صورت پروسپکتیو، به صورت آینده میگن که ما این مریضای توبرکولوزی را تعقیب میکنیم. 12,000 مریض توبرکولوزی را 20 مرکز از تشخیص کردن امروی گرانولوما اندومتریوم و امروی کلچر روز اول عادت ماوار که تشخیص شد که اینا توبرکولوز هستن. اینا یارا با تداوی و بی تداوی تعقیب کردن. در جمله کل از اینا از 12,000 یک دانه اکتاپیک پرگننسی دیده شد. میگه هیچ کس عمل نکرد. از او خاطر توبرکلوز شما تداوی میکنید. مگر انفرتیلیتی رو امروی انتیبیوتیک تداوی کرده نمیدید. اگر شما این برش آیزونایزاد یا استرپتومایسین دادین یا آمد پس حامله دار شد، مناشیست که توبرکلوز نبوده. شما ثابت کردین که توبرکلوز نبوده. اگه می بودی یه چه حامله دار میشه. از او خاطر یک تعداد دکتر صاحبا هستن که من نامشان رو نمیگیرم، یعنی که شور خوردن این مریضا را توبرکلوز تداوی میکنن. ما برشان امروشان ششتیم، گپ زدیم، عرض کردیم، خواهش کردیم، برشان خط نوشته کردیم که کار خوب نیست، مریضا را کر میسازه، آفات و دیگه و دیگه. خوب عرض شد دیگه توبل فاکتورها را شما کم چی دارن از نظر عملیات ها؟ کلش از مایکرو سرجیکل تکنیک است. مایکرو سرجیکل تکنیک ما بین 16 تا 20 دفعه آدم مگنیفیکشن میکنه. اینی رو به نام آپ می 7 میکنه که ما از استفاده میکنیم. دو نفری طرف این طرف میشینن و فوکسش رو یعنی خود مگنیفیکشنش هم روی پای تغییر میکنه. سامانایی که اینجا آدم استفاده میکنه چیستک؟ سامانای تایتانیوم است. امروز سامونه استینلی استیل نمیشه، برای اینکه استینلی استیل مگنتایز میشه، وقتی که مگنتایز شد سوزن داشت میچسبه. تا
تارای رکزی ما استفاده میکنیم، سوزنش برای وایکرال سوزنش 48 مایکرون است که در چشم قدر خوب دیده نمیشه. وقتی که از کنونشنل سرجری ما به مایکروسرجیکل سرجری نقل کردیم، ما تقریبا 250 واقع تیوبال ریورس را یک پیپر سرش نشته کرده بودم، امکانیت حاملگی از 20 فیکندیبیلیتی در 86 که بلکل نرمال است بالاش. منطقه پرابلم است که 10% از این حاملگی ها یک اکتاپیک پرگنسی میشه. دیگه اینی سوزنک که من براتان گفتم یک مایکرو نیدل است که اینال اینمی التساقات است توسط اینمی در زیر مگنفیکیشن که آدم ببینه که کجا پیریتون است، کجا التساق است، این از این جایی را شیف میکنه و میکشه بیرون، تنها لایس نمیکنه. لایس است این اکسیژن آف ادهیشن آدم دیگه در توبالیر انستموزیس معلوم دارید کارتونیش است، نیدری ایمپلانتیشن است که عملیات بسیار زیاد خراب است. دیگه اینی سالپنجاستومی است، کسایی که یک کلاب توب دارن توبشون بسته است، توسط اونمو سوزن انرژی که آدم باز میکنه. انزال انرژی بسیار بهتر است برای زی که افرازات میبینیم و فیمبریا و قدر تخریب نشده. بازی رو آدم مثل آستین واره کف تیوب پلاستی میکنه. من را یک کوک بسیار نازک 8-0 یا 7-0 میره این تا پس قاط میکنه. میتوبه از اینجا داره پس قاط میکنه مثل کف آستین واره که رو بنام کف سالپنجاستو میاد میکنه. خب دیگه طریق استروسکوپی از داخل رحم آدم یک پروب داخل میکنه در تیوب، اگر قسمت تیوب کدام جای التصاقات داشته باشه رواز میکنه، نتیجه خوب داره. یه خوب پیشتر دیدیم، ایران پیشتر دیدیم. دیگه بسیار جد مهم است برای چی؟ که برای ریپروڈکتیف تکنولوژی که باید مریض چطور سلکشن کنیم، اوور استیمولیشن چطور شوه، اووسایت ریتیبرال چطور شوه که اووسایت اپکشن، امبریو کالچر است، بعد از لوتیال فیز باید سپورت کنه، گامت انترافالوپین ترانسفر است که القار صورت میگیرن، باز در مابین توب داخل میکنه میشه، توسط لاپاروسکوپی. زفت است که زایگوت است، اینجا گامت است، اسپرما و امرای اگ داخل مبیز زمون وقت معین دم داخل میکنه که گامت انترافالوپین ترانسفر زفت است، زایگوت است، آدم داخل میکنه. اگر اکسید است که میفهمین کرای پرزرفیشن است، اگه 5 دقیقه نمی گیرم در مثال کرای پرزرفشن براتون بگم. اگه شما چه براتون گفتم برای چی فریز کرای پرزرفشن فریز نسج، اگه نسج شما با صورت تدریجی فریز کنین و 280 درجه منفی سانتیگرید تخریب نمیشه. اگه شما دفعتاً فریز کنینش سایتوپلازم انفلاق میکنه، کریستالایز میشه، تخریب میشه. یا چی میکنه؟ اسپرما یا اگه در مابین یک کمپیوتری که تقریباً 50,000 دلار است قیمتش، در مابین از میمانن بسیار با آستایی که مثلاً 0.01 در فارنهایت در هر ساعت یه درجه رد شپاهن میره که آستاست رو دیهایدری میسازه، آب سایتوپلازم میکشه. مجرد که کمپیوتر برایشان گفت که اینا همون مرحله ای است که ریفریز کنین، یه میکشن در مابین لیکوید نایتروجن داخل میکنن که 280 منفی 280 درجه سانتیگرید است. اینا در اونجای زنده میمونه، برای سالها زنده میمونه. وقتی که بکشینشه ما اسپرم که از بانک آردر میدادیم در یک تیوب کامه به زیر او که بگیرینشه به زیر فقط او تب در سرنج کش کنیش، تمام اسپرما پس و حرکت میان و در کوالیتیشن هم کدوم تغییر واقع نمیشه. این دیگه دونر ریسورس هست و دیگه سرگیت ایشوز تا که کسایی که رحم ندارن. اینی یک القای است که 2 هجره صورت گرفته، این اسپرما است که زیر الکترون مایکروسکوپ دیده شده، یک مورولاس. اینی اکسی است که یک دانه اسپرم خوب میگیرن توسط یک پایپت در زیر مایکروسکوپ است. مولدار کلش اینا اپراتیو مایکروسکوپ است، لایت مایکروسکوپ نیست. و
اما بین اکسی انتراسایت پلازم اکسپرمنت جکشن نکنه ایرخ میفهمید پولار بودی است یعنی لیکوید نیتروجن است که ما بین زنج داخل میکنن یعنی توسط انرژی کمپیوترهای دیهایدری میشه بعد از اون اما بین زنج نگاه میشه دگه از نظر میل فاکتور پیشتر براتون گفتم که ممکن است فرما بایفت باشه راستشان خراب باشه حرکتیت نداشته باشه خود سیمین انالیسیس تو باشه یا خود شوهرا یا تشوشات اناتومیک دارن کایپروسپیدیاز دارن یا وضعشان بسته است سپاینال کورد انجری شدن ایدیوپاتیک است آلگوسپرمی است منطقه به قناعتان عرض میکنم که هر کسی که آلگوسپرمی داشت کوشش کنیم که تداوی نکنیم FSH میتن، LH میتن، تستاسترون میتن. تستاسترون خودش یک کانترسپشن مردا. شما اگه تستاسترون بتین، مریضا را اسپرمش کم میکنه. خب، دیگه چیز مهم نیست که یگانه چیزی که توصیه داره کسی که موتیلیتیشن پایان است، ثابت شده که نیکوتین سبب پایان آوردن موتیلیتی میشه. اگر این مریضا چلم یا سگریت یا نسوار میکشن، اگر این چلم و نسوار خود ایلا بتن 20 تا 30 فیصد از اینا موتیلیتیشن پس نرمال میشه کسایی که موتیلیتی خراب داشتن یا اسپرمشن از نظر تعداد بسیار زیاد کم بود اینا را در باستان یک ریسرچ کردن اینا را یک دوز بزیاد تستاسترون دادن که به کلی خصیه را لحل کردن پرودکشن اسپرم بلکل صفر شد اونا دفتن تستاسترون را قطع کردن یک ریبان فنامنان شد که ریبان فنامنان دفتن یک مقدار زیاده به هر 50-30 میلیون 50-60-100 میلیون فی سی سی خصوصیت تولید کرد منتها کوالیتیش بهتر نشد از نظر کلینیکی مریضا عامل دار نشد از او خاطر گفتن این تستاسترون هم که به صورت ریبان فنامنان داده میته کدام نتیجه نداره دیگه معلوم دار بایوپسی میکنن و وضع میبینن که آیا چطور است اپیدیدیمیس بسیار زیاد مهم است برای کسایی که وریکوز اپیدیدیمیس دارن پیش از اینا داد اسپرم مخصوصا موتیلیتیشن پایان است از چه خاطر که میفهمیم که خصیه خودش به ذات خود در 35 درجه حرارت میتونه که اسپرم تولید کنه اگه این 35 درجه حرارت به 36 یا 37 بالا بره کسایی که اکتاپیک خصیه دارن که داخل قنات مقبنی است اونا ایزوسپرم دارن از امو خاطر است که یعنی عضلات کرمستر در خنک جمع میکنه خصیه رو نزدیک وجود میسازه که امو حرارت در 35 نگاه کنه و در گرمی ایر اعلام تا پایان که باز با از وجود دور شوه که حرارت 35 درجه سانتیگریدش که منال این مریضا را چی میکنن کسایی که اینجا وریکوز دارن اینمی خود ورید خوشیوی رو بالا در قسمت کلیه گره میکنن وقتی که گره کردن حرارت خوشیه پایان نفته حرارت خوشیه پایان نفته اغلب احتمال که کوالیتی اسپرم بهتر میشه تشکر از توجه اگر تیز سرش رفتیم امید است که کمکار استفاده شده باشه استاد می بخشین یک سوال دارم بسیار لکچر بود تکر بسیار زیاد امی در قسمت میل فاکتور استاد مثلا اگر امی موتیلیتی یا مثلا کیفیت اسپرم استاد خراب باشه امی مریضا رو در کجا ریفر کنیم کسایی که موتیلیتی خراب داره دکتر که موتیلیتیشان از 45% 30% پایان است اگر نیکوتین عادت داشته باشه نیکوتین شقطع کنیم باز سه ماه بعد یک دفعه معاینه کنیمش اگر خوب نشده بود دیگه هیچ تداوی نداره غیر از اینکه روان کنین برای اکسی IVF هم اینا جواب نمیده که در اکسی کوشش میکنن که یک دانه اسپرم صحتمند و سالم پیدا کنن داخل چی زرق کنن که نتیجه از جام اقدر خوب نیست یگانه چارش اکسی است دیگه بسیار جد یک ثواب کلام میکنید که مریضا را برشان تشریح بدین که مریضا را خمیفه میده که از یک دکتر به دیگه دکتر میده از یک دکتر به دیگه دکتر میده
هر دکتری که پیچکاری بده و هر دکتری که هفت قلم نسخه بده اونمی دکتر بسیار قابل است. این وظیفه شماست که مریضا را باید افکارشان را تنمید. درست شالا جان؟ تشکر استاد. استاد همی قسمت امی لوتیال فیز دفکت استاد ما مثلا پروژسترون که در روز 21 اندازه کردیم او مقدارش مثلا کم آمد. باز ما امی پروژسترون که میتیم در کتاب ها گفتن که امی شکل جل که یعنی ورژینال استفاده میشه او بسیار خوب نتیجه میتن نسبت به آیم و نسبت به اورال. استاد شما چی نظر دارین؟ دکتر خوب سوال کردی. اول خو تشخیص باشین که بعد پس اینجا برم تشخیص خود چی؟ همی تشخیص لوتیال فیز دیفکت لوتیال فیز دیفکت امرای پروژسترون نمیشه تنها و این صورت شما پروژسترون برتون گفتن نمیتونه که ای چی هست یا نیست. تشخیص از او توسط دو چیز میشه، یکی توسط انزیم میشه اینه توسط بیزل بادی تمپریچر و توسط پروژسترون میشه. اینا را شما چی میکنید؟ که مریضا را شما همراه بیزل بادی تمپریچر همراه بیزل بادی تمپریچر شما اینا را در وقتهای مختلف در لوتیل فیز بایپسی میکنید و بایپسی تا وقتی که روان کردین میگن پلیز دیت در اندومتریوم. اندومتریوم از روزی که آوولیشن صورت میگیره این از زیروس میبینین خوی تیره این از زیروس هر روز یک منظری مختلف داره. مثلا آوولیشن پلس وان دی سب وکیلر وکیلیشن سب نیکلر وکیلیشن پیدا میشه. آوولیشن پلس تو دیز سب این سوپر نیکلر وکیلیشن پیدا میشه. اینمی هر روز تا به روزی که اتریتیک میشه کورپوس لوتیوم هر روز یک منظره استیولوژیک مختلف داره. اینجا مثلا دیسیجوال ریاکشن صورت میگیره، باز پورا کلش مرا یادم نیست، باز اجرات سفید داخل میشه، باز نمیفهم چطور میشه، تا هر روز یک روز مخصوص یک منظره مخصوص استیولوژیک داره. این حالا وقتی که شما این رو میبینین که در بیزل بادی تمپریچر ای آمده در 18 مگر اندومتریوم استالوژیش در 15 است، اینی براتان تشخیص میکنه که این حرکات لوتیال فیز است. یا مثلا فیز بیزل بادی تمپریچر تان روز 23 است در حالی که اندومتریوم تان نتیجهش شما اینه خود هر وقتی که اندومتریوم بایپسی میکنه خونج نوشته میکنید اندومتر بایپسی اینی روز پشتن مه. وقتی که در اینی روز شما بایپسی کرده باشین و بایپسی تا نشان بده که اینی روز است، اینی یک لوتیال فیز دیفکت است. ایره به خیالم که پاتولوژی که در چی است در کیور است او ایره تشخیص میکنه برای ما میکرد و خو یک دکتر امریکایی بود جان او مگر یک نفر تربیه کرده بسیار میگن خوب است تعریف ششونه دید. پروژسترون هیچ وقت براتان تایید کرده نمیتونه. از او خاطر دادن پروژسترون خو یک اختلاف نظر هم است دهی که آیا لوتیال فیز یک چیز حقیقی است یا نیست. مگر اگر بتانین اینمی یگانه رای است که شما لوتیال فیز تشخیص کرده میتونه. پروژسترون سویش در دهی فیز دوم فرق میکنه. فلکچویشن میکنه. که او براتان تایید نمیکنه که خود مریض یک لابراتوار است. ببینیم که از خود مریض چقدر ما معلومات خوبتر گرفته میده. فامده تانستم برتان خودش؟ استاد میبشم. تشکر استاد. امی تداویش باز استاد چطور میشه؟ با کدام دوز پروژسترون؟ تداویش میگن که دوزش پورا مرا یادم نیست. 50 میلی گرم یا 50 میکروگرم است. از رای محبل اگه آدم بتن میگن بهتر است. هر روز.
از از کدام سیزده یا چارده آدم شروع میکنه چارده ایسه که مایکرونایز پروژسترون آل در مارکت است که از رای جزمی جذب میشه دوزش که ببینین در هیپوکراتیتان است این از روز چارده شروع میکنین تا به روز آخره که عادت معارش میاد یا نمیاد شروع میکنین باز وقتی که عامله دار شد باز دیگه پلاسنتا تیک اوور میکنه باز ضرور نیست که شما برش پروژسترون بده تشکر است امی بایپسی رو استاد در کدام روز میگیرم امی اندومترال بایپسی رو استاد بایپسی کوشش کنین اینمی یک خطر بایپسی هست اگه شما اینجا بایپسی کنین ممکن است که حمله تخریب کنین بهتر است که بایپسی رو شما در مابین روزای 19 تا 22 بکنین اینجا روان میکنین تشکر یا اگه وقت هم میکدین در روز 16 اگه میکدین روز 16 سب نک نیوکلیر وکلی شن برتن میشه من سلایداش دارم اگه که با وقت فرصت شد برتن نشان میتونم که چقدر فرق میکنه از یک روز برتن. هر روز یک روز مخصوص است شما میگین که دیت اندومتریوم برتن جوابش میگه که اوویلیشن پلاس 3 دیز اوویلیشن پلاس 2 دیز این حال اگه شما دیدین که اوویلیشن پلاس 2 دیز دو پلاس 2 دیز شما بایپسی کرده بدین ای به هیچ صورت inadequate luteal phase نیست. اگه در 23 بود و گفت که ovulation plus 2 days شما 100% به اغلب احتمال 100% خودم گفته نمی کنم به اغلب احتمال یک luteal phase deficiency تشکر استاد بسیار خب دیگه هفته گفتم که حاضر هستی برای امتحان یا برای امتحان خو نیست دیگه خو یک ارزیابی است که شما چه خزی استفاده کرده یاد دیگه چهارشنبه شد کی رو گفتین گلالا جان گفتین که میره دایکندی استاد حالا بخلان رفته امروز رفته دیروز آخر به این چهارشنبه دیگه چهارشنبه در دیگه چهارشنبه شما سر چی میخواین گپ بزنید استاد امی چیزی بکیل اگر دنس بخوانیم خوبتر خواهد باشه بخاطر که ما در شفاخانه کار نمی کنیم استاد موضوعات کلینیکی بخوانیم ما خبرتان روان کده بگیرم این چی ره کلینیکل کیره امره پروتوکولا باید رسته باشه بکنیم امروز استاد او یکان جایش ایتور چی است؟ خط خط است؟ هم نمی فهم چه قسم شده؟ استاد در پرینت غلط شده؟ دکتر شفاجو برای من ایمیل کردن که کلش برشان رسیده بود سالم رسیده استاد خط خط است یک قسم یکان جایش نمی فهم چه قسم است؟ خط خط است؟ کلمات رد و بدل شدن تو بجای که باید می بودن رد و بدل از فقط فکر می کنم در پرینت غلط شده یک اونجایش بله بله ما خویی را پروتوکولا را در چی دارین در فلاش برتون داده بودم دکتر چه بوده مجموع سما بله استاد پیش مصطفی جان هست اون امرو مصطفی جان بگوین که اگر پرینت کنه یا برای کلگی امرو بده استاد بودم ایمیل های اعضای افسو که پیش ما از برشان روان کده رفتیم یک دفعه ایمیل های خود چک بکنن که رسیده برشان یعنی هر کدامش که نرسیده بود برشان پس روان میکنیم این رسیده باشه اینجا خود نشان داد که کلش رسیده باشه روز سه شنبه ما سر بریج گفت بزنیم بریج پریزنتشن شما روز چهار شنبه چی میخواییم بشنیم استاد چهارشنبه امتحان نیست هفته آینده یه هفته نیست در دیگهش میکنیم که چیام گلالا جانم پس به صفیه جان خود سوال داری هفته آینده میای استاد چهارشنبه خیره در دیگهش میکنیم صفیه جان سوال داشتی خودت میکروفونت آف است دستت بلند است صدای ما میشنوی خب شما نگفتین که چی میگه دیگه چهارشنبه یا به خیلیم که موضوعات اولیگوهیدرومینوز مثلا ریکرنت پرگننسی لوز
دیگه هایپرتنشن پست ماتوریتی استاد اینیا موضوعات کلینیکی هم هست اگر دیگران موافق باشن دیگه مثلا نظر ما مهم نیست دیگران باید موافق باشن دیگه دیگران بگه اینی رئیس استاد خوب موضوعات هستین موضوعات هست رئیس میکنیم یعنی شما نشته کنیم دیگه دفعه هایپرتنسیف دیزیز و پرگنسی درست؟ بله درست خود به چارچنده بگیش IUGR رو میگیم Intrauterine Growth Retardation درست؟ بله در دیگه پوست مچوریتی رو میگیم اولگو هم نوز استاد از خود پیشی میشه کنش نمیگه داخل میشه دیگه باز رکورنت ابورشن هم سیسته باز فیستولا اونوار هم خب دیگه فیستولا یک ذره بسیار گپش کلان و مغلق هست برای ذکر رو تا که عملی نشانتان نده از نظر خود در پروگرام ما هست در پروگرام هست که در جاغوری هم رو باز شریک میکنم آره فعلا هایپرتنسیو دیزیز آی یو جی آر پست ماتوریتی و ریکورنت ابورشن یعنی یک مهم را حکایت میکنم دکتر صاحب ابراهیم جان از خود از شما خود بگه دفعه بریچ است نه؟ استاد من میخواستم که بگیم که همین هایپرتنسیو دیزیز به لیست قابلای ما هم هست خب خوب است دیگه اون در لیست قابلاتون که هست دیگه خود روز چهارشنبه اگر بخواین که قابلا رو بخواین که اگر بشنید یا علایده میگین برای شما علایده باز دیگه دفعه من گفتم که یک رقم شما که مشترک بشنیم هایپرتنسیو دیزیز همراه با دکتر سروان متخصصی که از کابل هستن باز یک روز به ما ریزرو شود خب خواهیت میکنیم که در دیگه دو شنبه هایپرتنسیو دیزیز سه شنبه هایپرتنسیو دیزیز میگیم از بجای بگیم نیست سابای کابل هم شرکت کنیم استاد میباشیم یک سوال داشتم در قسمت وقتی که مریض با دوز 150 میلی گرم تروپیز از کدام روز استاد شروع میکنیم 150 میلی گرم اون امروز چهارم تا پنجم عادت شروع میکنه صدایتون هیچ صدایتون رو نمیشنم یکی خراب میکنه خب درست از دگه سه شنبه هایپرتنسیو بیزید بگیم باید چند نکرد با دوز 150 باز گنادر میدیم صدایتان قطع میشه من نمیشنم یا میکروفون تان آف هست یا میکروفون تان خراب هست هیچ نمیشنم نمیدونم که چی میشه مشنوین آل سلیمان؟ من قمشنم که میگه 150 میلی گرم دیگه قطعم استاد آینه آل مشنم استاد وقتی که گفتم دوز 150 میلی گرم فیل میشه مریض اولشه یعنی باز قطعشم باز قطعشم باز صدایتم قطعشم